وطن یعنی زلال چشمه پاک، وطن یعنی درخت ریشه در خاک. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام همیشه. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به نام خالق این همه زیبایی ها، عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده های خوب تلویزیون اصلاح. امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستیم سالم و صحتمند باشین و هوای بهاری داشته باشین. از برنامه آب خاک در خدمت شما عزیزان هستیم و آمدیم به ولسوالی زیبا و سرسبز کروخ و مسیر رفتن ما روستایی که انشالله میرین قریه زیبای بادامتو هست و طبیعی که در اینجا نصب شده. ما 65 کیلومتر از هرات دور شدیم از مرکز شهر هرات و هنوز هم مسیر ما ادامه داره. همراه ما باشید و زیبایی های این روستا و این سفر رو با هم ببینید. مسیر ما به سمت قریه زیبای بادامتو ادامه داره و ما در موقعیت روستای خواجه چهارشنبه قرار گرفتیم، جایی که برای شما اکثریت شما بیننده عزیز خصوصا از جایی که از هرات هستیم شناخته شده. جای بسیار زیبا، سرسبز با درختای چناری که در وسط این کنار رود و وسط این قریه کاشته شده، سرسبزی خاصی داره و زیبایی واقعا وصف نشدنی. یه هم تابلو قریه زیبای خواجه چهارشنبه هست که از این قسمت میره داخل قریه، اما سفر ما ادامه داره به سمت روستای زیبای بادامتو. در داخل یک بازارچکک کوچکی که در قریه زیبای خواجه چهارشنبه هست رسیدیم. سلام علیکم، مونده نباش. جالبه که در اینجا آقای کاظمی کمی جلوتر اگه بیاین، بادام های درختی و تازه ای که از دستان خود دهقانان و کشاورزان این منطقه به دست آمده اینجا به فروش گذاشته میشه و بازار تقریبا میشه گفت که زیبا و پر زرق و برقی هم هست، با اون که کوچکه و کم مسافرینی که و هزینه که برای تفریح و دید و بازدید در اینجا میان. در اینجا هتل هم هست و دیگه حتی اگه کلینیک هم هست، کلینیک سراپایی. دیگه انواع میوه های خشک و اینها در اینجا به فروش میرسه. شما از جایی که در اینجا حتما
به سفر میایین، از این محصولاتی که از خود دهقانان به دست میاد حتما بگیرین و استفاده کنین. مسجدی هم هست و اینکه واقعا جای زیباییه. انشالله کوشش میکنه که در یک قالب برنامه کامل در قریه زیبای خواجه چهارشنبه بیاین و کاملا برای شما ایزان با معرفی بگیرین. همراه ما باشید تا برین به روستای زیبای بادامتو. مسیر را ادامه دادیم تا رسیدیم به موقعیت روستای زیبای بادامتو که تبلوی در اینجی هست. من نزدیک تبلوی غری زیبای بادامتو هستم. اما این که قبل از اینکه به غری زیبای بادامتو برین، چون در نزدیکی های بند سبزک هستیم، چی خوبه که برین یک دیدن هم از بند سبزک داشته باشین، تصاویری هم از بند سبزک تقدیم حضور شما عزیزان کنیم و مسیر بسیار زیبایی با هم ببینیم. البته یادم از یک حرفی آمد که آقای کاظمی از همیشه نقل قول میکردن، این که در جایی که میرین از مسیر لذت ببرین و به مقصد فکر نکنین، یعنی این که آرامتر برین که خدای نکرده حادثات دلخراش ترافیکی رخ نده. حتما این چیار مد نظر داشته باشین. همراه ما باشید تا برین به بند سبزک و دوباره برگردین به روستای زیبای بادامتو. بیننده گرامی، در مسیر بند سبزک هستیم و اما در این موقعیت یک چوبی هم یا یک تنه درخت هم به خاطر هشدار در این گذاشتن. خب کار یکی از کارها و محصولات روستایان عزیز ما در این مسیر کشت و برداشت تنه های درخت هست. معمولا درخت های چنار که در حال حرکت کردن از این آمه هستن، مثل حالت کشت و برداشت جو و گندم به اون شکل اینا ها کشت شده، باز عرم روانه بازار میشه، برای انواع و اقسام کارها استفاده میشه. کاکا جان خدا قوت مانده نباشین، الحمدلله زنده باشین. و جالبه که در اینجا یک زردالویستان بسیار بزرگ هم هست، درختان زردالو که معلوم میشه اخکوکای خوبی هم داره. انشالله به فصل زردالوها بیاییم از اینجا زردالو هم بخوریم. و ما حرف منیم کالمون این که انواع استفاده ها از تنه های درخت میشه، از برگا و چوب های و خصوصا این درخت ها که معمولا برای درست کردن راه پله، سایبان ها و حتی برای صنعت ورق و اینها استفاده میشه. به هر حال یکی از محصولاتی که در این مسیر، چون زمین ها در اینجا کمتره و آب هم زیادتر، حالت کناره های کوه و اینها داره، بیشتر درختکاری و محصولات درخت در اینجا بیشتر استفاده میشه. Thank you.
صدای شرشر آب، صدای وزش آب، زیبایی ها و سرسبزی های این منطقه واقعا کم نظیر هست و اینجا کشور زیبای ما افغانستان است. ما در مسیر رفتن به بند سبزک هستیم و واقعا جاهای زیبای دیدیم و خود مسیر و خود بند سبزک هم زیبا هست. در کنار این آب گفتین یک استراحتی هم داشته باشین و انشالله مسیر را ادامه دین. همراه من باشید. به منطقه مسجد چوبی رسیدیم، قریه‌ای که در مسیر بند سبزک و ولایت بادغیس قرار داره و همچنان زندگی هم در اینجا بسیار نرمال جریان داره. روستاییان در حال کارهای مختلف در این منطقه هستند. اما یک تپه بسیار گلهای زیبایی داره، با هم برین به این گلها را از نزدیک می‌بینیم. خدا رو شکر که آب کمتره و حالا بازم سخت تیر شدن، ولی امیدوارم که داخل آب ها نفسی. در موقعیت این تپه پر از گل قرار گرفتیم. البته یادآوری کنم که آقای سادات هم در این سفر همراه ما هستن و راهنمای ما. همراه ما باشید و این زیبایی ها رو با هم ببینید. آقای سادات بیه. در موقعیتی که قدم بزنم فاصله تقریبا 100 کیلومتری از مرکز شهر هرات هست و همین زیبایی و همین تپه گل باعث شده که همشهریان عزیز ما رو در اینجا بکشه. و جالبه که در این جایی که قدم میزنین آب داره و چشمه خیزه به گفته روستاییان، و واقعا طبیعت زیبا و گلهای زیبایی هست. شما عزیزان دعوت میکنم که تصاویری از این گلهای زیبا ببینید. واقعا زیبایی ها وصف ناشدنیه و خیلی زیبا هست. از قسمت تپه پر از گل آمدیم پایین. آقای آشوریر همکار فیلمبردار ما رو میبینید که داخل اوه. اتفاق بسیار بد افتاد،
به گفته روسایان پایین را لخشید به داخل گلها یا سر خورد افتادن و جالبه به خاطر که سرسبزی زیاده و قسمت گلهای سبز رنگی هم هست مجبور شدن آقای آشوری که بیان داخل آبها بشینن و لاغل کمک سر و سامان بدن لباس ها خورد آقای آشوری بیان کمک کنم خود شما ولی در این نکته را هم اضافه کنم که آقای کاظمی خیلی با احتیاط شاید که بگم 500 متر را رفتن تا یک مسیر بسیار خوش کرد انتخاب کردن پیدا کردن آمدن بیرون دیگه اتفاق هم برای نفتاد همراه ما باشید تا بریم به بند سبزک و زیبایار ببینیم و بالاخره در ادامه این سفر پر از خاطره و زیبا رسیدیم بر بلندای بند سبزک یا به گفته عامیانه ها کتل سبزک بلندی که بین از این کتل که رد میشین در مرز ولایت زیبای بادغیس و ولایت زیبا و باستانی هرات قرار گرفتیم از این قسمت به اون طرف که برین ولایت زیبای بادغیس میشه و اما از این زیبایی های وصف ناشدنی هرچی بگیم کم گفتین در ری لامان هست در راه های دیگری هم هست در قسمت اولین روستایی که در این منطقه هست به نام لامان هست که شروع ولایت بادغیس همون قسمتی که گفتم و این هم زیبایی هایی که درختان ارچه در وسط این دره درختانی که خودرو بوده و زیبایی بسیار خوبی در این منطقه آورده و این زیباتر از همه اینها این که هموطنان عزیز ما در اینجا آمدن به سیر و سیاحت و تفریح در داخل این درخت ها در کناره های این دره نشسته هستن و سیر و سیاحت میکنن واقعا زیبای کمی تصاویر خوب و زیبایی در این منطقه بسید. واقعا ثبت تصاویری که زیبایی این منطقه رو به تصویر بکشه کمی سخته ولی خب به هر حال ما هم خاطری که دین را ادا کرده باشین میرین کمی بلندتر و از این بلندی امیدوارم که بشه تصاویری از اون قسمت زیباتر داشته باشین همچنان در حال بالا رفتن به این بلندی هستیم که واقعا نفس رو بگیریم اما میبینین که هموطن عزیزم این قسمت هنوز هم قسمت پایینیه که اومدن جای بلندتر هم برفتن سلام علیکم مونده نباشین خوب هستین سلامتین جان شما جوره ماشاءالله دور هم نشستن چای میخورن و نون صبحانه دیگه به هر حال من یک لقمه از این صبحانه شما بگیرم البته اگر اجازه باشه خب خسته نشدین همه راه بیامدین به این قسمت بند سبزک اومدین برادر رو بیامدم گفتم ندیدیم بند سبزک بیایم چکره خودی دوست همه میتو جمع بیامده امشالله یعنی واقعا زیبا هم هست ارزش آمادن رو داره این هم که تا کی ما اینجا باشین تا شب هستین دیگه اتما بخیر خوشی دی نماشون بخیر حرکت بکنم امشالله این نوین رو هم بگیرین امشالله که خوش بگذاره برای شما این لغمه خوب وطنی هم بگرفتم ما میرین بالاتر میرین دیگه زنده باشین راحت باشین شما و واقعا زیبا و لذت بخش دیدن هم چون تصاویری به اینکه هموطنان عزیز ما هم هستن خیلی زیباه همراه ما باشید تا برین و تصاویر زیبای رو شما انشالله به تصویر بکشید
در این قسمت بلندی نشستیم، جای شما بیننده عزیز خالی چای خوردیم، اما ما این بلندتر بریم. امی وسایل و لوازمی که همراه ما هسته بین همکارات تقسیم کردیم، این کوله پشتی به ما رسید. به هر حال آقای سادات گفتن که 10-15 دقیقه را میرین میرسین به جایی که برف هنوز برد. شاید هم باشه، انشاءالله امیدواریم که برف وجود داشته باشه. اما معمولا و ای که همیشه هم همی حالت بوده، چیزی که روستایان میگن پشت همین تپه یا به اصطلاح پشت همین کتل 3 ساعت رو یا یک شبانه روز بعد بری تا بو برسی. خدا کنه 15 دقیقه شما 15 ساعت نباشه. نه انشاءالله. متو یک چیزی هست که مردم بادغیس هر چیزی مثلا از سنگ بادغیس یا یک من ما 2 کیلو از اینا، بله اونا میگن که ما اگر بگیم که دو من سنگ هرات یک من سنگ از اینا، یعنی 15 دقیقه اگر ما بگم که از سنگ بادغیس حرکت کنیم میریم انشاءالله. میریم زیبایی های خاصی که داره دیگه. رجیب زمه شما نشدم که نه خواهش میکنم، نه غمی نداره دیگه. به هر حال باید همکار باشیم خودم. البته یک چیزی هم یادآور شوم، این که به روبه بلندی شاید تصویر کم تر داشته باشین، همه فلفلک ها خیلی بوی خوشه، یعنی کلن ما رو بگم دیوانه کرده این بوی خوشه که این گیاه خودرو در اینجی داره. و جناب سادات سه میگن که اینو داخل چای بندازونین، خیلی خوش طعم هم هست. وقتی که زیر دندون را قرار میدین طعم تقریبا میشه گفت تند داره. بله اینا فلفلک کوی، فلفلک کوی، فلفلک کوی جور میکنن و چای با شکل طبیعی، خیلی طعم خوبه، خیلی خوشبو خوبی هم داره، رنگ بسیار خوبه. به به برین که دیگه زیبایی های دیگه هم ببینیم ان شاء الله خودشون. ما همچنان در حال کوه پیمایی هستیم و واقعا میشه گفت یک کار سختی هم هسته، ولی به هر حال یک حد رای بسیار زیادی را آمدیم. یک توضیح هم بودم که یک توفنگ شکری هم همراه ما هست، توفنگ امبلیس شکریه با مجوز قانونی که داره از سادات صاحب. این صرف به خاطر که این مسیرها حیوانات وحشی داره، گرک 100% داره، احتمال حالا در گذشته ها زیاد بوده، پلنگ و اینا هم همچنان که از اطراف و اگناف کوچی ها در این آمدن، سگه های خطرناک هم دارن. به هر حال فقط صرف جهت از اینکه برای ما حمله ورنشن و جهت ترساندن اونا، این توفنگ شکری همراه ما هست و ما هم مسیر ادامه میدیم. شما همراه ما بیننده عزیز باشید. میشه که از عصا هم استفاده کنیم تقریبا. خوب تپاق خاکیه، ولی واقعا نیاز به باران هم هست. امیدواریم که وقتی باران خوبی بباره خیلی خوب میشه. ما همچنان در حال کوه پیمایی و رفتن به موقعیتی که برف هست هستیم، اما خب هرچی بالاتر میرین احتمال داره که فشارها هم کمی افت کنه، اما بوی خوش همین گیاهانی که در این قسمت هست و صدای چهچه های بلبل یعنی انرژی ما رو زیادتر میکنه و امیدواریم که افت و فشار هم رخ نده. خیلی دیگه باید بریم. جالبه که هر جای بالاتر میرین درخت های تنومندتر رو میبینین، درخت که چند سال عمر ازی هست خدا میدانه، درخت ارچه هست. و اینکه ما و شما هم باید با طبیعت مهربان باشین و خدای نکرده باعث قطع درخت ها نشین و اینکه حفظ و مراقبت کنین. واقعا زیبای خیلی هم درخت قوی و محکم، در چاردوبر هم سنگای بسیار بزرگ و صخره های سختی هم هست، درخت های خوردی هم رویده که از همین دانه های درخت اینا
خلاصه همچنان در حال تکثیر هسته. چیزی از این دور میکنم از زیبا دیتا درخ سادات بعد یک تاق سبز طبیعی ایجاد شده و فکر میکنم نزدیک هم هستیم به مقصدی که ما این برسیم. خلاصه به مقصد رسیدن به برف ها نزدیک شدیم، هرچند آقای کاظمی میگن خیلی شلوول را میری، آروم را میری، ولی خب شما قضاوت کنید، همه قدر رو آدم بیه بالا دیگه بردم انرژی میمونه آدم تند را بره کوله پوشتی هم که تای کلند بطری و می کنه می فهم فلا سنگینه 7-8 موبایل فقط. به هر حال نزدیک شدیم و یک چیزی هم بگم، دعا میکنیم و امیدواریم که باران های بهاری سر برسه انشالله و دروازه رحمت الهی باز بشه تا این الفزار هایی که هست در حال خشکیدن دوباره سبز بشه، واقعا نیاز به باران هم هست. برین این قسمت برفار ببینیم. خب به قسمت برف های که هنوز بروی کوه خوابیده رسیدیم. آقای سادات فکر میکنم باید بیشتر از اینا هم باشه در این قسمت ها. بله چون این مروری سال شما ببینید که امروز هوا گرم و این فصل سال رو بله برج سور رو باز هم زیبت در قسمت پیته ما میگنه بله یعنی آفتابه تقریبا شاید نیم متر باشه، شاید هم بیشتر و جاهای دیگه اگر مثلا ما قرار باشه بریم خب فاصله زیادتره، اونجا بیشتره. یک چیزی من میحال اشاره کنم، شما اجزایی که در اینجا به تفریح و گردش میگه کوشش کنید که این زباله ها رو در اینجا نگه نداره، خصوصا این پلاستیکی ها که مضر برای طبیعت. خوبی هم برف در کلن مثل سنگه بدین که من بزن با قنداق. خب یک قسمت ولی فکر کنم یک قسمت کم کم کاش که از این کچه کشا کنه بردی خود خمی آوردیم توفنگ بگیریم. آقای کاظمی ببین که خیلی برفه، خیلی اینا کم کم در حال ذوب شدن آبم جریان داره، این باعث میشه که آب زیرزمینی زیادتر بشه و تقریبا فصل دریاها به اصطلاح برا بندازن رودخانه ها به هر حال. و خب یخ هم هست، من فکر کردم برف به این وقت سال شاید گرم باشه اما یخه. من آقای کاظمی شما اگر ما این همه قسمت استاد چین من از اونجا میرم بالا یا اگر میاییم هم شما که چی بیتر. آقای کاظمی یک لحظه خدا رو شکر که خیر گذشت، خدا رو شکر که خیر گذشت. امیر غمی که دست ما پرگل شده دست آقای کاظمی هم پر از گلولای شد، ولی بعد با برفا بشوریم. یخه. خب آقای کاظمی متوجه باشین کفشایی که من دیگه دارم میشه گفت کفشه آخه دستم یخ کرد، یخ شکنه و کمتر احتمال اینجور متوجه باشین که جای لغزنده. خب تا یه قسمت بیاین از این بزور برای دیگه به این کناره چون اینجور آب در جریانیه چه تر بنازیم. آقای سادات برف پاک بنازین از اون بح بح یخ. خب الله هی دستاخور یک ماساژ یادیم با برف تقریبا به روی نیم متر شاید هم بیشتر برف استادیم و گفته بچه ها دستام یخ کشید و خیلی سرده. آقای سادات، آقای سادات هم بالاتر از بانم گل برف ما هم بار برفارا کنه آقای سادات در حال ایسکی بازی هم نفته ما خدا رو شکر خیلی گذار تا پایین در را نرین.
ولی خب اگر شما بیننده عزیز به یک قسمت آمده سنگ دشته باشیم برای کندن این برفا دقیقا مثل یخه به یکی کمی بندازم که آقای سالات دستا خود پاک کنم. یک نکته رو اشاره کنم، در قدیم ها که یخچال ها نبوده و به اصطلاح یک کارخانه یخسازی و این حالت به اصطلاح صنعتی نبوده، از همین قسمت ها می آمدن با داخل چوب ها و صندوق هایی که با دست درست میکردن برف ها رو می گرفتن در این فصل سال می بردن به شهر برای ساختن شیریخ ها و حالا برای سرد کردن دو قوینه هایی که داشتن استفاده میکردن. و همچنان یخدان هایی هم که در اطراف اکناف هرات هست آقای کاظمی خیلی متوجه باشین همین حالت داره. اما خب اینا یخچال های طبیعی میشه گفت یا همو برف طبیعی که میشه احتمال داره که تا زمستان دیگه همچنان باشه. این قسمتی که به گفته آقای سادات پیتورو هست یا آفتابرو هست همین قسمت مطمئنم که یک متر برف خوابیده همین قسمت. خب پس این جاهای سایه و جاهایی که نسر هست هیچ وقت امکان نداره که برفا به اصطلاح باز بشه. به هر حال لذت بردیم. یک قسمت دیگه هم هست، میریم بالاتر برف نیه دیگه، برف تمام میشه میریم بالاتر سر تپه ببینیم که پشت از این کوه چی هست و بعد دوباره این مسیر رو باید برین پایین بشین و بریم به سمت روستای زیبای بادام تو که او هزا هم منتظر من. خب من میره رقم برم، شما هم ما رو امرهی کنیم بیننده عزیز و این قسمت رو هم برف کندم. بازم فکر میشه خوردم این برفار اگر خیلی تشنگی ها چه کنه قلبه کنه بعد از این برف بره رفع تشنگی استفاده کنه. اما قسمتی که اما قسمتی که گفتم از برفا بیرون شدیم میریم بالاتر و قسمت سنگ ها واقعا سنگ های عجیب و غریبی رو در مسیر میبینیم. فکر میکنی با یک تکون دادن از زمین کنده بشه و از کوه خطا بخور بیاد پایین، ولی بزرگ اندازه حداقل 100 تن شاید وزن از این سنگ باشه. بیاییم بالا بیاییم بیاییم. تقریبا یک قله بلند فتح کردیم. جناب آقای سادات و آقای آشوری به یک طرف افتاده اند دیگه از بس خسته شدن. ما هم رسیدیم به این نقطه بلند، ولی خب معمولا کوه ها حالتی داره هر چی بلند بری باز از او یک نقطه بلندتر قرار داره. اما توضیحات درباره بند سبزک موقعیتی که ما قرار داریم، این قسمت مربوط به هرات باستان میشه و این قسمت که میبینین دیگه مربوط به حالت زیبای بادقیس هست. بند سبزک یا بند بابا یا قسمتی که به نام کوه بابا میگن در اینجا در گذشته ها بزرگواری بوده به همون نام مسمی شده و زیارت هم طوری که اهالی منطقه میگن هست و به همون نام هم یاد میکنن، ولی بیشتر به نام بند سبزک مشهور هست و درختای سبزی که همیشه سبز در اینجا شاید به این خاطر به این نام مشهور شده. و اما سلسله این کوه ها و همین جنگلات ارچه همچنان ادامه داره تا به ولسوالی های کشک رباتسنگی و کشک کنه. و جالب این که یک زمانی میگفتن در قدیم ها ارچلق و پستلق دو تا جنگلی که خودرو طبیعی بوده با هم وصل بوده، ولی متاسفانه به نظر با مشکلات و حالا شرایطی که بوده اینها کمی از هم فاصله پیدا کرده، متاسفانه درخت ها بعضی خودسرانه بریده شده. امیدواریم که دیگه اتفاق نیفته و شاهد ازی باشین که دوباره ارچلق و پستلق با هم وصل بشه و این کمربند سرسبزی همچنان باشه. و یک اشاره هم به این قسمت داشته باشم که کوه ارکمر میگن. این قسمت واقعا قله های واقعا بزرگی و صعب العبوری هم هست. حالا شاید کوه نوردا بتونن در اون قسمت برن، رفتن آدم های عادی در اونجا واقعا سخت و غیر ممکن. به هر حال کشور ما افغانستان زیبا هست، زیبایی های خاص خود خود داره و چه خوبه که در کشور خود باشین
تا هم از این زیبایی‌ها لذت ببرین و هم دست و آستینی بر بزنین برای بازسازی کشور از افغانستان. شما ایزان رو دعوت میکنم باز هم به دیدن تصاویری از این بلندای بند سبزه. برگشت از بند سبزک هستیم و به طرف قریه زیبای بادام تو. ما در مسیر چشمه آب خوبان هست و در این قسمت هم رواش های طبیعی که روستاییان عزیز آوردن برای فروش خیلی هم خوشمزه. حتما شما عزیزا که از این مسیر رد میشین از این عزیزا رواش بخرید. و ما آب بسیار طبیعی و جریان از چشمه خوبان که در این قسمت جریان داره ما میرین و تا به سرچشمه ببینین که تا کجاها میتونیم پیش بریم. دقیقا وقتی که میگیم در این آب، در این خاک، در این مزرعه پاک به جز عشق، به جز مهر چیز دیگر چیزی نکاریم، دقیقا دیدن همچون مناظر زیبایی هست. واقعا ما رو خود جذب کرده، یعنی توان صحبت کردن ندارم. یعنی واقعا کشور ما زیبا هست و حیفه که این زیبایی ها بگذاریم و از این کشور خدای نکرده بریم. همراه من باشید به این سنگلاخ ها رو ما میریم تا به سرچشمه برسیم.
واقعا با آن که مسیر بند سبزک رفتیم و در جای بلند رفتیم خیلی هم خسته شدیم، اما این زیبایی ها رو دیدین، کلا انرژی دوباره گرفتین. همراه آقای کاظمی، به هر حالی که آقای کاظمی یکی دو بار متاسفانه به زمین هم خوردن، ولی باز هم به خاطر زیبایی که در اینجا مشاهده کردین کلا خستگی ها رفت شد. و این یادآوری کنم در بعضی جاها برای ساختن پارک های تفریحی آب به طور حالا صنعتی یا به دست میبرن بالای کوه که بیای پایین. ولی خب اینجا در کشور عزیز ما، در هرات عزیز ما، میبینین که به صورت طبیعی آبشار از بلندای کوه در حال فرو ریختن، چقدر صدای آب زیبایه، چقدر این آب طعم خوبی داره و نزدیک هم هست، الحمدلله امنیت هم که هست و میشه که راحت بیاین ببینیم. آقای کاظمی، این قسمت واقعا سخته، بیاین که دست شما رو بگیرم. خب باشه، یک پله دیگه بالا برم. ما هرچی بالاتر میرین هنوزم به سرچشمه نمیرسیم، ولی خب جالبه که جوانان عزیز ما میان اینجا راحت برای خواه عکس میندازن. واقعا جای منظره زیبایی برای عکسی کردن. ما هم نمیفهم، برو آقای کاظمی پایین، ولی یک پروسی کاملی باید کوشار بکشون. خب هستن انشالله، مونده نباشین. واقعا جای زیباییه. شما از که این منطقه رو کشف کردین میایین؟ مختلف وقت 20 سال میشه دیگه. خب یعنی لذت میبرین دیگه. از کی بیا مادین امروز؟ امروز یک نیم ساعت میشه. خب یعنی مثل ما گذری آمدین و واقعا هم دفعی شد دیگه جامعه. جای خوب دیگه. کجا رفتین امروز؟ خود چهارشنبه بند سبزک من اینجا رو خدا رو شکر این جایی که گفتن همه جاهای زیبایی و واقعا تو این قسمت تا بالا کجا رفتین؟ تا بالا رفتیم دیگه میشم بچه ها دیگه. یعنی به سرچشمه میرسه من بریم؟ خیلی دوره. نه خب به هر حال ما که میرین دیگه انشالله. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. آقای کاظمی، من یادم اومده که یک چیزی یک نکته رو بگم. این که بعضی وقتا مستندهای از کوه نوردی میدیدم، میگفتم چقدر کارای میکنن این مردم، چرا مثلا صخره نوردی میکنن، یعنی چی؟ و واقعا وقتی که خود ما قرار گرفتیم در این موقعیت، هرچند که قابل بحث هم نیه با اون کارهایی که ورزشکار حرفه‌ای انجام میدن، اما لذت خاص خود خود داره. همین صخره نوردی و باز کنار شرشر آب که واقعا لذت بسزایی داره. بیاین همراه ما باشید. شاید شما ایزایی که تازه به جمع ما پیوسته باشین فکر کنید که ما در یکی از کشورهای دگیم، ولی خب اینجا ولایت هرات، ولسوالی زیبای کروخ و منطقه چشم خوبانه، در خود کشور عزیز ما افغانستان هستیم و واقعا زیبایه. اما کار سختی هم انجام دادیم خود آقای کاظمی و جناب آقای آشوری که این صخره نوردی میکنیم. حال رفتنه که به هر حال، ولی برگشتن هم باید فکر کنیم. اما میریم. چطور خوشحاله؟ تو با آخر برفتین گپ بزنیم یا نه؟ آخر چگاه میشه؟ یعنی به جای کمی او از لاغ داخل کو بیرون میشه به اونجا برسیدی؟ هسته ولی که باید بریم. Thank you.
حال بالا شدن به رسیدن به اون سرچشمه آب خوبانیم و جالب اینه که در هر جا میرین جوانان عزیز رو میبینین که آمادن و نشستن در حال غذا خوردن و چای خوردن و صدای شرشر آب هم که واقعا لذت بخش. واقعا راه های سبالووری هم تقریبا میشه گفت هست، ولی ما پشت سر میذاریم و میریم تا برسیم به سرچشمه انشالله. مواظب خود خوب باشم و مواظب آقای کاظمی، کاش از این کمربندهایی که کوهنوردها دارن به هم وصله میرسیدن که خیال ما بیشتر جمع میگیره. هرچی بالاتر میریم زیباتر میشه و جذابتر، اما تقریبا میشه گفت که از حوصله برنامه ما خارجه به خاطر که در روستا هم منتظر ما هستن. به هر حال به شما وعده میکنیم که در قالب یک برنامه کامل انشالله یک روز این مسیر تا به انتها پیش بریم. البته اینکه خب قسمت بند سبزک هم بود خسته شدیم و دیگه بالا شدن واقعا سخته. به هر حال پس برمیگردیم و یک کمک آب به دست صورت بزنم و آب بخورم ان شاء الله، برمیگردیم و میریم به طرف قریه بادام تو.
بعد از تأخیر زیاد خلاصه رسیدیم به روستای زیبای بادامتو، به خانه عیسی محمد نیم خان، وکیل گذر این روستای زیبا. زحمت کشیدن، سفره چاشتر چیدن، خیلی هم مختلف و واقعا زحمت زیاد کشیدن. چند نمونه از غذاهایی که مسئول دست خود اینه، یکی از جمله کشته هست که مطمئنم خیلی خوشتم هم هسته، از باقای زردالو خود اینه. دیگه ای کدو حلوایی یا به اصطلاح کدو تنبل که میگن خوشتم هم 100% هست، و ای بادنجان سیاه هست که ای هم مسئول زمین ها و دست خود اینه، و ای هم سبزی اسفناج یا پالک که دقیقا ای هم مسئول دست خود اینه. ماست هم که همچنان در او قسمت سادات سه کدو چیز هم هست، کدو یابی او قسمت آقای کاظمی کمی دورتره، و این مرغای هم که بریان شده اینا هم مسئول دست خود اینا، یعنی پرورش دست خود اینا شده. ما دیگه و از همه یک چیز زیباتر دیگه هم آقای کاظمی اگه تصویر داشته باشین، چقدر زیبا این فرنی ها رو تزئین کردن با همون بادام که با نام قریه عجین هست. در داخل یکی از کوچه باغ های زیبای قریه زیبای بادام تو هستم، و این بگم که این قریه زیبا هم جاهای گردشگری بسیار زیادی داره، در خصوصا در این فصل بهار. حتما شما بیننده عزیز به این موقع تا که میین در داخل خود قریه زیبای بادام تو هم بیاین، این قسمت رو مد نظر داشته باشین، آدم یک شعری هم زمزمه کنه راه بره، چقدر لذت بخش. با عزیز محمد نیم جان وکیل گذر قریه زیبای بادامتو هستیم و میریم جاهای زیبا و مختلف این قریه با هم ببینیم. در داخل بازار چه قریه زیبای بادامتو هم آمدیم و در کنار دکتر صاحب هستم، میخوام که یک معرفی هم خورد داشته باشن و اینکه چی کارها میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، نام خداوند بخشنده و مهربان. دکتر عبدالرؤوف افضلی هستم، مسئول کلینیک حیوانی قریه بادامتو. بسیار عالی. در این بازارچه‌ای که در داخل قریه شما هست چی دکان‌های میشه که از این قسمت شروع کنیم بازار برای این کار خود شما؟ در قریه ما چون شما می‌بینید دکان‌های خوراک و فروشیه و بعضی دکان‌ها مرغ زنده می‌فروشن و گوشت مرغ زنده می‌فروشن. یعنی همین مشکلات اولیه مردم که هست از این دکان ها حل میشه. بسیار عالی. خود شما گفتین کلینیک حیوانی دارین، چی مریضی های از حیوانات در اینجا بیشتر هست و تداعی میکنین و چی توصیه های دارین برای روستایان عزیز؟ ما مدت تقریبا 20 سال میشه که مسئول کلینیک حیوانی در این منطقه هستیم و اینجا زیادتر مریضی هایی که هست مریضی های فصلیه، مرض طبق میکنه در فصل اوایل بهار پیدا میشه، مرض به نام انترتوکسیمیا یا شلنی میگن یا رخکی میگن که زیادتر در فصل تیرما و بهار پیدا میشه، امراض پرازیت های داخلی یا امراض پرازیت های خارجی هم در حیوانات دیده میشه زیادتر. محید علفچر آزاد یعنی مشکلات ها هسته دیگه، باز در فصل بهار اینا تلفات زیاد در قسمت چوچه ها دارن چون که طبق پیش از فصل میاد، پیش از زمان سابق که برج جوزا بود ولی برج عمل میاد و چیچه ها که خورد سندان خود تلفات زیاد داره و این مشکلات ها دیگه مردم هست و اینا رو هم میگی تداعی میکنه ها. بله آده بسیار عالی. خب بیننده گرامی همراه ما باشید، جاهای مختلف این روستای زیبا رو هم میریم و میبینیم. با جناب سادات صاحب عیسی نعیم خان در داخل کوچه باغ‌های قریه بادام تو قدم می‌زنیم. به کسی بگین که چقدر نفوس داره قریه شما؟ نفوس قریه ما رسیده به 500 خانه نفوس هست. کاروبار کشت زراعتی که مردم شما میکنن بیشتر چی کشت و کار دارن؟ بیشتر یا کشت و کار ما گندم و مثل کچلو و بادمجون و این چیزا. بسیار عالی. و بادام هم زیاد در این روستا هست که با هم میریم و درخت های بادام رو از نزدیک میبینیم. درخت های قدیمی و کهنسال هم هست. واقعا جایی که سرسبزی زیاده میبینین که در روی دیوار گل لاله رویده، خیلی هم زیبا و قشنگ هم هست.
داخل مزرعه درخت سفیدار قرار گرفتم که یا سفیددال، درخت های سر به فلک کشیده شمال میوزه و یک بسیار سرصدای خوبی هم ایجاد میکنه. این درخت ها چند خوبی داره، یکی این که سرسبزی محیط و منطقه میشه و این که جنبه اقتصادی هم برای روستایان داره که بعد از چند وقتی رره میکنن و دوباره باز رشد میکنه به خاطر همون چوب و اینهایی که نیاز هست. اما واقعا جذب این زیبایی ها شدیم و وصف ناشدنیه، هرچی بگیم کم گفتیم. بیننده گرامی، در داخل زمین های قریه زیبای بادامتو هستیم. البته عذرخواهی میکنم، نمیفهم یک دفعه چرا به این حالت اوکفته روستایان عزیز یا مو سکسکه افتادم. دلیل چیه جمعه؟ چرا آدم بیم ما قدم بزن؟ ما مردم به اصطلاح میگیم که اوکک شدیم. خب یعنی منوی ازی که میگیم کسی ما ریاد کرد. خب ولی خواهشانه ما ریاد نکنیم، موقع برنامه همین روزا جا ما ریاد نکنیم. برنامه به هم میرزه. از یک جای میری به سفر میری، از خانواده یکی میگیم ما ریاد کردیم شو والا امروز. خب درست ما به شدت هم یاد کردن اصلا استاده از استادن نیه، هرچی هم که اجیم عمر ترسون در یک چند تا طرفند هم آقای کاظمی یاد دادن. خب به هر حال خوب هستین اجیم عمر؟ تیار خوشحال هستیم ایشان؟ الحمدلله شکر. زنده باشین. یک در داخل همین قریه دیگه بزرگ شدیم و زندگی میکنیم. چگونه است؟ واقعا قریه دلباز خوبی سرسبز داریم. منطقه ما خوب، منطقه کمی کم آبی هست که برمی سرسبزی که خب برحال ما به همه حالت که خوشتلی ها اینام بود بازم بازم خوب شکر مردم زحمت کشی داریم. بادام چگونه؟ خیلی بادام داره قریه شما. بله بادام خیلی زیاد. اسمی بادام تو یعنی محل پرورش بادام ها. خیلی خوب، انشالله که همیشه خوب و خوش باشین. یک لبخند زیبایی هم داشته باشین. بخنده نگه حالا ما خنده نمیگیری. در داخل باغ های قریه زیبای بادام تو قدم زدیم. باغ های اینجا بیشتر باغ های درختی هست، باغ انگوری کمه. میوه‌های سردرختی بیشتر زردالو هست و همان بادام که یکی از جمله محصولات اصلی این روستای زیبایه. در هر پل و تپه و دشت و کنار جویی که قدم میزنین درخت آلو و درخت زردالو و درخت بادام دیده میشه. و دیگه اعتراف هم بکنم این که تیم ما واقعا خسته شدیم امروز، چون زیاد راه رفتیم، کوه نوردی کردیم، صخره نوردی کردیم و قسمتی هم از روستار راه رفتیم. به هر حال با آن که به همین حالت هم هستیم به خاطر همین زیبایی های چشم نوازه که انرژی ما رو مثبت کرده و قدم میزنیم. و اینم برای شما بیننده عزیز اضافه کنم که حتما در این فصل بهار خصوصا در این روستاها بیاین و از این زیبایی ها لذت ببرین. جالب اینه که باغ‌ها و باغچه‌های این روستای زیبا دیوارهای آنچنانی نداره و به حد معمول. ما در داخل یک زمین قرار داریم و درخت‌های که پر از بار بادام هست. یک اگه تصویری داشته باشین از این قسمت پر از بادام هستی درخت، بادامایی که دیگه تقریبا من یک دنیا به به
شیرین هم هست. تازه ببسته به گفته روستایان عزیز و اتفاقا دومغزه هم بود، یعنی اگه بزرگ میشد دومغزه میشد. جناب وکیل صاحب، خب بادام شیرینی هم هست. آره اینا شیرینه. واقعا خوشمزه هم هست. ما دیگه اجازه گرفتیم قبل از اینکه وارد کادر بشم اجازه گرفتیم که میمون مانیم. اینا وقتی که برسه چه کار میشه دیگه؟ اینا که برسه شیرین‌تر میشه. به به. شما دیگه روغن بادام و بادام برشته و بادام هر رقم بادام داره؟ بله. وقتی به تیرماسال همه چیز فرعونه ما یادداشت کنیم همین تاریخی که این بادام ها به دست میاد، لااقل بیاین چندانه بادومی از بگیریم از مردم مهربان غریه بادام تو. ما به خدمتتون. بله. یک شوخی بکنم دیگه، نمیفهم ما چی گناه کردیم که امروز باید کلن به بلندی ها والا شیم و پایین شیم. از گل صبح از آخوندازان به گفته روستاییان ما هی در حال بالا شدن به کوه و تپه و ایناهای ما پایین شدن. به هر حال واقعا زیبا و دلشین هست این گردشگری و دیدن. در اینجا که قرار میگیریم او قسمت ها تپه ها که میبینین اونم کلن درخت بادامه و امیدواریم که در این روزها پایه باران رحمت الهی سرازیر بشه تا اینکه از خوشسالی منطقه نجات پیدا کنه. واقعا وقتی گردشگری میکنین و قدم میزنین در طبیعت به همچون صحنه هایی که برمیخورین انرژی آدم بیشتر میشه. در تپه خشکی که دور از آب هست ببینید چه گل زیبای رویده و دقیقا به این تفکر میشه که چه قدرتی پشت این نفته که همچون زیبایی های خلق کرده. و در این قسمت بالایی که قرار میگیرین طبیعت زیبا و وصف ناشدنی قریه زیبای بادامتو. عجیبه که چه هم در کنار ما هستن. من که بپرسم قریه زیبای بادام تو که واقعا در اینجا بادام زیاد به دست می آیه چند بادام داره؟ منطقه ما چهار قسم بادامه. خب نام بگیرم میگم. بله نام ببرین که بیشتر آشنا شیم. بگین یک بادام به نام سنگک، یک به نام کاغذی، یک به نام کفمالک، یک هم به نام دندونی. دندونی. خب کدوم یک از اینو بیتره؟ بیتر دیگه مو کفمالک. یعنی کفمالک منظور اینه که با پوست با دست کنی که بگیری کفمال کنی خلاص بحبه خوردن میشه که میشه جان. خب پس ما هر وقت که بادم میگرفتین اون کفمالک رو بگیری. بله کفمالک. خیلی خوب. چهار نو گفتن بادم دارین که همون بیتر همون کفمالک بود. و جالب اینه که همین بادم هایی که ما چند تای تازه از درخت کندیم بیشتر هم دومغزه بود. بله. اینو چرا؟ به خاطر که بیشتر رسیدگی میشه؟ نه بیشتر دومغزه او با سنگک قوت درخت بیشتر میشه. پشتی هم دوبتره او به نام سنگک او دومغزه بیشتر. بسیار عالی. انشالله که مسئولات خوبی به دست بیارین و همیشه پروار باشه و این خوشسالی هم انشالله از سرزمین ما و شما رخ بربنده که دیگه میشه روی خوش داشته باشن. ممنون شما. ما لحظه اینجا دراز بکشین دیگه به اجازه شما. سرعت کنم. در هر جای قدم بزنین جز از گل و سرسبزی و زیبایی دیگه چیزی به چشم نمیخوره. اینا هم که چند تا از گل های زیبا و خوش رنگ دست ما هست به نام گل روغنی میگن. خیلی خوش طعم هم هست. معمولا اینا همین حالتی که داره خورده میشه.
گلای رنگ بنفشه داره و خیلی هم خوشمزه. تقریبا همین تپه درخت ها و اینا رو طی کردیم، رسیدیم به بالا. اما این قسمت هر یعنی یک لحظه زبان ما بند آمد در وصف این زیبایی که از این کوه و این منظره که در اینجی میشه گفت حتی نقاشی شده، یعنی چیزی گفتن نترسم. آقای کازمی واقعا جمله شما دارین بگین در این وصف؟ خب همون زیبایی و یاد خالق این زیبایی آدم فقط میتونه بیاد. بله جل جلاله دقیقا. من دوست دارم که لحظات رو میجیگه خودم استاد بشین و این زیبایی رو منظره کنیم. البته من تا قبل از اینکه چی بشه این قسمت رو هم یک تصویر اگه داشته باشین، تقریبا در وندر هست، هنوز هم برف های سفید روی کوه ها هست، قسمت آفتاب که هنوز هم آب نشده برف ها و زیبایی خاص به این منطقه داده. و شمال هم که میوزه الان تصویر شما میبینین بیننده عزیز، اما این هوای و اکسیژن خالصه که در اینجا ما استشمام میکنه دیگه. باید خود شما بیاین از اینجا و از نزدیک این لذت رو ببرین. خیلی زیبا یک تصاویر از این کوه پایه ها ببینید. در این نقطه بلند قریه زیبای بادامتو حوض یا تل آبی هم هست. البته این دو حالت داره، یکی برای قسمت کشاورزی هست و یک جای ذخیره آب دیگه هم هست که برای تمام خانه های این روستای زیبا سیستم نلونی جریان داره، نلکشی شده و آب سه استفاده میکنند. و یکی از کجا میایه؟ از قسمت کوههای حالا ما دوندر میگن یا در راه هایی که در دامنه های دوندر قرار داره، در حدود 5 کیلومتر لوله کشی شده. از اونجا آب از دل کوه ها میایه و همیشه سال به 12 ماه همین آب جریان داره. یه تئوری هست که از ذخیره آب آشامیدنی که اضافه میایه سرریز میشه به این قسمت آب کشاورزی و از این قسمت هم مردم برای کشاورزی خود استفاده میکنن. و این هم یکی از نعمات الهیه که این مردم به خوبی از او استفاده میکنن. من چند لحظه خیره شدم به این زیبایی وصف نشدنی. یعنی جمله شاید تکراری باشه اما برای من واقعا قوت قلبه. میفهمم آقای کاظمی بیننده عزیز به چی فکر میکردم؟ به زی که همچون منظره زیبا و نشستن و نگاه کردن به چنین منظره زیبای نیازی نه به پاسپورت داره، نه به ویزا داره، نه به مصارف هنگفته. ای در داخل کشور عزیز ما هست، در شهر خود ما هست، میشه که با نیم ساعت فاصله از شهر بیاین اینجا بشینین و این زیبایی وطن خور ببینین. و واقعا حیف میایه که خدای نکرده اینها بیگانه بشه از ما، از چشم ما دور بشه. خدای نکرده از کشور دور بشین. به هر حال من دوست دارم خدافیزی کنم، یعنی واقعا دوست دارم که ادامه بدین باشیم در اینجی، اما خب مجال برنامه بیشتر از این وقت نمیده. ناگزیر از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی و روستای بعدی که با جمع همکاران در خدمت شما عزیزان میاییم. شما رو به الله یکتا و بی همتا میسپارم.